توی آمریکا یه خانمی بود به نام روزا پارکس جمهوری کثیف اسلامی درباره نجات پرستی تو آمریکا صحبت میکنه ولی درباره مبارزه سیاپوستا با حکومت صحبتی نمیکنه بعد از اینکه بردهداری ور افتاده بود کماکان سیاپوستا حق و حقوق کمتری داشتند و خانم پارکس یه فعال مدنی بود که در این راستا فعالیت میکرد برای مثال خیلی تفکیک های نژادی وجود داشت شبیه تفکیک های جنسی که توی ایران داریم مدارس سیاپوستا جدا بود کلیساشون جدا بود و از جمله اون تفکیک این بود که توی اتوبوس در ایالت آلاباما شهر مانگامری قانون این بود که سیاپوستا عقب اتوبوس بشینند و صندلی جلو برای سفید پوستا رزرو بود مثل ایران که زنها باید عقب بشینند و سیاه و سفید کنار هم نباید مینشستن مثل ایران که زن و مرد نباید کنار هم بشینند یه روز خانم پارک سوار اتوبوس میشه و یکی از صندلی ردیف جلو رو انتخاب میکنه و میشینه این مرد سفید پوست سوار میشه و چون که نمیخواسته کنار این خانم بشینه راننده اتوبوس میاد و به خانم پارکس میگه شما باید بلند شید تا این مرد سفید پوست بشینه خانم پارکس حس میکنه که این نابرابری ناعادلانه است که بر اساس فقط نژاد هست و صندلیشو واگذار نمیکنه طبق قانون زنگ میزنن به پلیس پلیس خانم روزا پارکس رو بازداشت میکنه و این بار اول نبوده ولی همین باعث میشه که این تبدیل بشه به یک حرکت نمادین که بعدا به رهبری مارتین لوترکینگ مردم متحد میشن بایکات میکنن سیستم اتوبوس مانگامری رو بیشتر از یک سال پیاده میرن سر کار یا پول میذارن با همدیگه ماشین میگیرن تا قوانین ملی عوض میشه حقوق خیلی بیشتری به سیاپوس داده میشه و تا سالها بعد که حتی شخصی مثل باراک اوباما میشه رئیس جمهور آمریکا که سیاپوس بوده. اگه اون موقع ارزشی بود گفت دغدغه اینا اینه که صندلی جلو بشنن یا عقب. مثلا الان که برای حجاب اجباری میگن دغدغه اینا تیکه پارچه هست. اینا میخوان انقلاب کنن که لغشن. بعضی ها حس نیاز میکنن که بینا توضیح بدن اقتصادم هست آزادی بیان اندیشه و چیزهای دیگه ولی خیلی خوشحالم که اکثر مردم مخصوصا نسل جوان گول این تاکتیک جداسازی رو که سعی در پیش پا افتاده جلوه دادن این عمهای روزمره داره رو نمیخورن و خیلی راحت میگن آره ما میخوام انقلاب کنیم که دخشیم. مسئله اینه که چرا دقدقه تو هست که من چی بپوشم چرا دغدغه تو هست که من رو کدوم صندلی بشینم